آمدن از هفته گذشته، یعنی این جمعه گذشته که امروز یک هفته تقریبا میشه، تصمیم گرفتن که به من کمک کنن، چون فکر میکنن که من بهترین کاندیدایی هستم که میتونم اقتصاد فلوریدا را تغییر بدم. حالا چه کار ما میخوایم بکنیم؟ ما بایستی برای اینکه بتونیم وضع فلوریدا را تغییر بدیم، و اجازه بدیم من قبلا خودم را معرفی بکنم، من در آلمان در رشته اقتصاد و علوم سیاسی درس خوندم، از دانشگاه هم فوق لیسانس در رشته اقتصاد دارم و از دانشگاه بریمن رشته دکتران در علوم سیاسی و اقتصادی گرفتم و من 9 تا کتاب نوشتم و اغلب در مورد نفت و انرژی و بهداشت و محیط زیست و آخرینش کتابی است به عنوان به سوی اقتصاد بدون هزینه. کتاباتون رو به فارسی نوشتین همه رو؟ نه، این کتابایی که عرض کردم به زبان انگلیسی نوشته شده و 2 تا کتابم 3 تا کتابم در به زبان آلمانی. و بعداً مقالات زیادی نوشتم که به زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی چاپ شده و در همه و در ایالات متحده چاپ شده، در ممالک اروپا چاپ شده و در ایران هم قبلاً در زمان اعلیحضرت این مقالات و این چیزا چاپ می شد. و الان موضوع این است که ما بایستی 3 چیز در نظر بگیریم و اقتصاد یک جای را تغییر بدیم. اول بسی تولید درآمد برای مردم کنیم که متاسفانه چون داره کارها شغل از بین میره، این کار مشکلی میشه، مردم هم درآمدشون از بین میره. بعدم بسی ما خرج زندگی مردم رو پایین بیاریم، چون اگر ما خرج زندگی مردم رو پایین نیاریم، یک روزی خواهد شد که هر شخصی یا پیر میشه یا شغلش رو از دست میده یا بازنشسته میشه یا به هر عنوان دیگری درآمدش از بین میره و باعث میشه که رو مبلغی که صرف جویی کرده و پس انداز کرده رو زندگی کنه. خرجا بره بالا، ادامه بده بره بالا، یک زیاد مشکل نیست که آدم حساب کنه که چه مدت بعدش این درآمدها صرف پس انداز از بین رفته و بعدم این موقع باعث میشه که آدم در به گدای بیفته. از این رو ما باید کاری بکنیم که پسند خرج زندگی به هر بشری کم بشه. حالا اینا راههایی هست که وجود داره که میشه انجام داد. و سوم هم ما بایستی کاری بکنیم که آدم بتونه پسنداز به وجود بیاره. این پسندازی که ما الان به وجود میاریم و در وال استریت و نمیدونم در این همه اونجا قمارخونه وال استریت میگذاریم، این سپیکولیشن هست، این چی میگن، کاری هست که زیاد مطمئن نیست که آدم انجام میده و باعث میشه که یک روز ببینیم آدم های مثل آقای مداف بیان و این پولا رو از بین ببرن یا اقتصاد به هم بخوره یا کارخونه یک طوری بشه و همه پسنداز آدم از بین بره. از این رو ما بایستی این کار بکنیم برای اینکه ما بتونیم وضع اقتصاد امریکا رو تکون بدیم و مخصوصا الان در فلوریدا ما باید یک بانک دولتی به وجود بیاریم، یک استیت بانکی که کار این باشه که 2% بهره بگیره و 15 سال وام بده، 2% برای انرژی، دستگاه انرژی وام بده، برای بیزنس 3%، برای ماشین اتومبیل 3%، برای CDs که پس انداز میکنن 6% بده و برای کردیت کارت هم 6% بهره بگیره به جای 3% اینا که بانک های مختلف از ما میگیرن. من قربان یه چند تا سوال باید از شما بکنم. آره، اجازه میفهمید؟ بفهمید. حضور مبارکتون عرض کنم که شما چند سال آمریکا تشریف دارید؟ من الان 33 سال.
چند سال فلوریدا تشریف دارید؟ 33 سال. حرفه اصلی شما چیه قربان؟ والا من قبلا اومدم، وقتی که امریکا اومدم شرکت انرژی خورشید زدم و بعدا در چیز در کارهای دیستریبیوشن و مال الکترونیک داشتیم با شرکتی که در آلمان داشتیم این کارا میکردم و بعدا هم یک شرکت های تولید دستگاه ورزشی داشتم من در چیز مدیکل سپا هست. علتی که این سوال رو از حضورتون کردم، معمولا البته دو تا سوال از شما کردم در ارتباط با رقباتون که یکیش ریپابلیکنه که خب اینطور که شما توضیح دادین همچین زیاد سابقه و بک‌گراند خوبی نداره و یکی هم دموکرات هستش که ایش فرمودید خب CEO بنک آف امریکا بوده. CFO سر یعنی چیف فاینانشال آفیسر. بعد اما سوالی که اینجا پیش میاد، حضرت عالی که به اصطلاح الان برای گاورنری میخواهید ران بکنید، یکی از مهمترین مسائل که الان توی ادوانتج شما هست، اون دو رقیب شما هم هیچ کدوم مثلا در شورای شهر یا مثلا شهرداری و این گونه مسائل نبودن، چون معمولا کسانی که میخوان برن کارهای به اصطلاح گاورمنتال انجام بدن معمولا از شورای شهر و دیستریکت های مختلف شروع میکنن که مردم باهاشون آشنایی پیدا کنن. متوجه منظورم هست این قربان؟ بله. حالا سوالی که من از شما میخوام بکنم اینه که الان یکی از رقبای شما تا به حال 30 میلیون دلار خرج کرده. خب این خرج حتما برای ادورتایزینگ، برای اینکه مثلا بتونن تا حدودی خودشون رو به مردم بشناسونن. شما از کجا میخواهید بودجه بیارید در مقابل کسی که CFO بنک آف امریکا بوده و یا یک نفر که 300 میلیون دلار آخرین دریافتیش از کار آخرش بوده؟ مد نظر شما برای یک این کمپین از نظر بودجه چیه قربان؟ از لحاظ بودجه عرض کردم یکی از مشکلاتی که من اگر بودجه مثلا 1 میلیون دلار داشتم، چون برنامه هم مردم پسنده و برنامه هست که همه دوست دارن، فقط من اسمم رو بایستی بدونم با این برنامه. این تنها نقطه ضعف منه و اینجا هم اگر دوستان کمک بکنن خیلی کمک بزرگی میشه. ولی ایشون برنامه ندارن، فقط این دو تا رقیب ما و مخصوصا اون رقیبی که 30 میلیون دلار خرج کرد همش بدگویی کرد، همش حرفای زد. بله اونو نگاتیو کمپین کرده دیگه. بله نگاتیو کمپین کرده. من فقط هر جایی که به مردم برم بگم که من خونتون رو نجات میدم، شما رو دو مرتبه در خونتون میگذارم، من بهتون کار میدم و همش این حرفا رو میزنم. هر کس که اینا بفهمم، مثلا دیروز رفته بودم در یک جامعه حرف میزنم، 200 خورده آدم بودن، وقتی که این حرفا رو گفتم همهشون گفتم من به شما رأی میدیم، دیگه بهتر از این نمیتونه باشه. فقط اشکال من اینه. ولی الان خوشبختانه همه دستگاه چیز آقای اون رقیب دیگر آقای رکسکات به طرف ما اومدن همهشون و اینا رابطه دارن. در مثلا یکی از آقایونی که جز این بوده در حدود 500 تا مجله و روزنامه و اینا زیر دستشه که تبلیغات میکنه. ایشون قبول کردن که اسم در مورد من تبلیغات زیاد بکنن. بسیار خوبه. هفته دیگه شروع میشه. ملوث ما احتیاج به کمک داریم جناب آقای دکتر ساکوئی، چون وقتی که از مردم دعوت میکنن آدم خرج داره، باید این مسافرت بکنه 100% اینا بنزین بریزه، هتل بگیره، نمیدونم باید ورودیه بده. مثلا خیلی از چمبر آف کامرس ها برای اینکه میز به آدم بدن میگن آقا باید 300 دلار به ما بدیم. من قربان جناب دکتر خاوری به عنوان یک سیتیزن آمریکا و به عنوان کسی که خب در بسیاری از
کمپین ها، چه از میر بگیرید برید تا گاورنر، برید به سنت، کانگرس و پرزیدنت آمریکا. خب در طول این 37-8 سالی که در آمریکا هستم تو این مسائل گهگاه اینوالو بودم. من در ارتباط با این مسئله که حضرت عالی بهش اشاره کردید، create the bank of the state of California، که بیاین مثلا 2% مردم اگر از اونجا وام بگیرن، 2% مورگیج بدن، اگر فایننس بخوان بیزینسشون رو بکنن، 3% استودنت لون، 2%. ببینید یک همچین بانکی باید با به اصطلاح با اجازه فدرال ریزرو باز بشه، یعنی باید این بانک گورنمنتال بکبون پشتش